صحبت‌های جدید و توهین‌آمیز معاونیان به علی کریمی و مردمی که ازش حمایت کرده بودند. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌هاشو می‌شنویم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خوش اومدید. خب حواشی توهین روحانی معروف حامد رضا معاونیان به علی کریمی مثل اینکه تمومی نداره و این دو نفر هم مثل رپرها دیس و دیسکشی دارن نسبت به هم. توی جدیدترین اتفاق این روحانی خطاب به مردم و افراد مشهوری که از علی کریمی حمایت کرده بودن یه استوری تند گذاشت و خطاب به علی کریمی و حامیاش اینجور نوشت. اون یه حدیثی رو از اصول کافی نوشت و نوشت توی اصول کافی ترجمه آیت اللهی جلد 4 صفحه 145 امام صادق علیه السلام حدیث کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده هرگاه پس از من اهل ریب و شبه افکنان و بدعت را دیدید از آنها بیزاری جویید، به آنها دشنام زیاد دهید و درباره آنها بد گویید و تن بزنید و آنها را خفه و وامانده سازید تا نتوانند در اسلام دست به فساد زنند. مردم باید از آنها دوری کنند و بدعت‌های آنها را یاد نگیرند تا خدا برای شما در برابر این کار حسنات بنویسد و درجات آخرت را برای شما بالا برد. خب دوستان، این بودش استوری جدیدی که آیه معاونیان خطاب به علی کریمی و کسایی که ازش حمایت کرده بودن توی این اینستاگرامش قرار داد. این روحانی هم گفته میشه که متولد سال 55 هستش و تقریبا همسن و سال با علی کریمی هستش و کار اصلیش هم به عنوان سخنران مذهبی در مجالس و مراسمات دینی به فعالیت مشغول هستش. اون همچنین مؤسس و مدیر شبکه جهانی سامن و مدیریت مرکز تخصصی بنیاد فرهنگی جعفری قم رو بر عهده داره و توی شهر قم یه آدم نسبتا شناخته شده است که به کمک این دعواها توی فضای مجازی هم مثل این که شناخته شده و معروف شد و تونستش فالوورهای زیادی رو به دست بیاره. خب دوستان، حتما نظرتون راجع به این دعوا و صحبت‌ها توی بخش کامنت‌ها برامون قرار بدید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.